نخستین شب ماه رمضان است، شبی که با رویداد خونین در تخار آغاز شد، رویدادی که باورش سخت است. مردی از سوی خانم خود در تبانی با مردی دیگر در حوزه سوم امنیتی شهر طالقان سر برده می شود و زمانی که امر امنیت به خاطر بازداشت و اقدام می کند، با صلاح چرایی از سوی قاتلی که مردی را سر بریده بود نیز مورد حمله قرار می گیرد و در نتیجه جان می بازد. گواهان می گویند این رویداد پس از ساعت 12 شب گذشته صورت گرفته و فردی که یک مرد را سر بریده بود و نیز با صلاح چرایی خود عامر امنیت را به قتل می رساند. به گفته گواهان این قاتل نیز از توی محافظان عامر امنیت تیرباران شده است. یک بابگک بود یک نفر کشت آمده که ایرم می گیریم گفته ایرم زده قیمت می وای از کارم گرفت و رو مرمی برون کده و اینجا مردار شد. دیگه نمیشه همه شد برمیر مجرد که پیش میشه یک صدا هم کرد که کی از داخل دکان کی از کسی جواب نداد. زمانی که پیش میشه امروی چرایی تسر زده بود. مادرم جگر قیدیز داد. با آنکه بستگان وی برای آخرین بار با پیکر بیجان وی خداحافظی میکنند، خداحافظی که دیگر بر نخواهد گشت، اما قتل وی را مرموز می‌دانند و خواهان روشن شدن چگونگی رویداد و بازداشت عاملان این قتل هستند. ما در حدود 6 ماه نشده دو بیادر خود از دست دادیم. دو بیادر، عامر امنیت قبلی، عامر امنیت فعلی. دو عامر امنیت ما دمیدم تخار دمیدم سطح ولایت تخار ما از دست دادیم و مسائلش هم بسیار مبهم است. برای ما تا هنوز مشخص نشده. دولت برای ما یک جواب قناعت بخش نداده تا هنوز. ما از حکومت جدا تقاضا داریم، از حکومت مرکزی جدا تقاضا داریم این مسائل از درست بررسی بکنند. قماندان امنیه تخار با تماس‌های مکرر در زمینه حاضر به گفتگو نشد، اما والی تخار میگوید امر امنیت از سوی یک فردی که یک مرد دیگر را سر بریده بود با صلاح چرایی به قتل رسیده است و بر بنیاد گفته‌های مسئولان یک خانم در پیوند به این رویداد از سوی پلیس نیز بازداشت شده است. به ایواز از این که بعد بخشای جنایی و کشفی و حوزه بعد وظایفشان انجام بده، متاسفانه که مرسی به امنیت ما خودش ده و محل واقع میه که اصلا رفتنشان از نظر منطق نظامی و تکتیکای نظامی لازم و ضرور نبود. ابراهیم دوراندیش از سربازان قماندانی امنیه تخار بود و درست زمانی که راز محمد دوراندیش آمر پیشین امنیت و پسر کاکای وی 6 ماه پیش در یک حمله طالبان جان باخت، سمت آمر امنیت پلیس را بر عهده گرفت. بستگان آقای دوراندیش میگویند او به تازگی نامزد شده بود و قرار بود پس از ماه رمضان عروسی نماید.